آیا علم و ایمان با هم در تناقض جنگ و تنش هستند؟ آیا چنان که ادعا میشه علم جایگزین ایمان شده و خدا مرده؟ آیا تنها منبع شناخت برای دنیای پیرامون ما فقط علمه؟ آیا میشه در قرن 21 زندگی کرد به عنوان یک ایماندار به خدا به عنوان یک مسیحی و پیشرفت‌ها و کشفیات علمی رو تو زندگی جدی گرفت؟ از میکنم خدمت شما بینندگان و دوستان محترمی که بیننده یک برنامه دیگه از مجموعه علم و ایمان هستید با یک گفتگوی دیگه در خدمت های کشیش دکتر ساسان توسلی هستیم و به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت مرسی منصور جان منم خیلی سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز امروز جلسه دهم ده این برنامه‌های ماست درباره علم و ایمان و های مختلفی رو مطرح کردیم تو این هفته‌های گذشته و امروز میخوایم وارد یک بحث جدید و بحث خیلی داغ بشیم درباره گالیله و برخورد کلیسا با گالیله چون همیشه وقتی صحبت علم و ایمان میشه و اون به قول معروف جنگ و تنش بین علم و ایمان اولین مثالی که همه به یاد دارن مثال گالیله هست و چطوری کلیسا به ظاهر برخورد کرد با گالیله و داستان اینطوریه که گالیله مرد علم و پیشرفت و دانشه و کلیسا درگیر خرافات و عقاید سنتی خودش پس این تنش رو خیلی گوش انگوش میذارن تنش بین علم و دین علم و ایمان و حالا میخوایم یه مقدار داستان گالیله رو بیشتر با هم دیگه باز کنیم بله کشفیاتی که گالیله رو نهایتا در واقع اون نقطه اوج تنش بین کلیسا و علم مدرن به یک شکلی میرسونه یک مقدار پیشینه ای هم داره یعنی اینطور نیست که ایشون یک باره در این عرصه تاریخ ظهور میکنه و کشفیاتش خانمان برانداز میشه یعنی یک سابقه ای هم داشت و یکی از باورهای علمی بسیار قدیمی رو در واقع کشفیات ایشون زیر سوال میبره که یه مقدار تنشساس نه فقط با ارباب کلیسا و نهاد کلیسا بلکه با نهادهای علمی و اکادمیک هم همینطور فکر میکنم بعد نباشه این مقدار اول به این سابقه و این تاریخچه بپردازیم مرسی این, که... این،, این نکته خیلی مهمیه یعنی یکی از اولین نکته هایی که عزیزان باید به خاطر داشته باشند، حالا نه فقط گالیله حتی قبل از گالیله که این صحبت حالا صحبت کوپرنیکوس رو میکنیم صحبت کپلر رو میکنیم ولی اصلا این بحثی که اه، آقا اه، اه، سیارات و ستاره ها دور زمین نمی چرخن. زمین این وسط چیز نیست؟ مرکزیت, مرکزیت و ایست نیست نداره که بقیه سیارات و ستاره دورش بچرخند چلنج کردن همین موضوع این خودش یک بحثی بود که در دنیای علمی اون روز برای قرنها حتی میشه گفت بیشتر از هزار سال این درک علمی اون دنیا بود یعنی از, از بخصوص حالا محققین تاریخ علم این بحث رو رب میدن به صحبت های تالمی... بطلیموس, بطلیموس. صحبت های بطلیموس یا به انگلیسی میگیم تالمی بر اساس اون نظریات ارسطو که این دنیای آسمان کامله و اون چیزی هم که شکلی هم که در کمال شکل دایره هست شکل گرد هست پس بطلیموس این به قول معروف تئوری علمی از قرن دوم این بود که همه چیز داره دور زمین میچرخه خورشید و ماه و ستاره ها دارن دور زمین میچرخن پس نه فقط این نظریه علمی بود برای بیش از هزار سال بلکه از نظر تجربه انسان ها وقتی آدم یعنی اون کامن سنس اون به قول معروف عقل سلیم مشاهده روزمره که آقا خب معلومه که بقیه ستاره ها و سیاره ها و اینا دارن دور ما میچرخن ما داریم می‌بینیم دیگه ما داره بالا میاد خورشید داره طلوع میکنه غروب میکنه دور زمین دارن همه اینا میچرخن این اصلا مش با چشمش آدم داره اینو می‌بینه چون ابزار کشف علمی مشاهده بود درست دقیقا درستم. هم مشاهده هم بعد تجربه یعنی مثلا حالا در قرون وسطا میگفتن که اگر زمین داره حرکت میکنه پس چرا ما این باد و طوفان رو حس نمیکنیم چطوری میشه ما هیچ باد و طوفان و هیچ چیزی نیست اگه ما داریم حرکت میکنیم اصلا زمین زیر پای ما ثابته زمین همین ثابت بودن زمین اه... یعنی حس مردم از از تجربه روزانه شون بود نظریه علمی بود که برمیگرده به تالمی من این کلمه فارسی شو یادم نمیاد بطلیموس بطلیموس من این کلمات و هم حالا به اضافه تئوری علمیش به اضافه تجربه انسانها بعد کلیسا هم گفت خب کتاب مقدس هم همینو میگه ما آیه هایی داریم تو کتاب مقدس که قشنگ نشون میده که بله زمین ثابته و ماه و خورشیدن که دارن تو آسمون میچرخن این پس میخوام بگم همه اینا دست به دست داده بود برای قرن ها که این نظریه این دیدگاه خیلی جا بیفته حالا میخوای آیات کتاب مقدسشو الان فکر چند تا از این مواردی رو که اسم میبریم بخونیم در 19 هست آیه یک که میگه آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دست های دست هایش سخن میگوید روز تا روز که کلام را جاری میسازد و شب تا شب معرفت را اعلام میدارد پس آیه, آیه چهار تا شیشش هم میگه شیش می با این همه آوازشان در سراسر زمین منتشر میگردد و کلامشان تا به کرانه های جهان میرسد خیمه ای در آسمان برای خورشید برپا کرده است او همچون داماد از هجله خیش بیرون میآید و چون پهلوان شادمانه در میدان در میرود اشاره به خورشید پس حرکت خورشید در از یک کران آسمان است مدارش تا به کران دیگر و هیچ چیز از حرارتش پنهان نیست اوکی پس این آیه‌ای که به نظر میاد که بله خورشیدی که داره حرکت میکنه آیات دیگه را من چند تا آیه داریم حالا نمیخوام بله. ای آیات رو بخونیم ولی آیه‌ای که زمین ثابته زمین استواره نمیدونم حالا توی مزبور 96 هست بله 96 یا یک هست یک در مورد او خداوند پادشاهی میکند او خیشتن را به جلال آراسته است خداوند خود را آراسته است او کمر خود را به قوت بسته است جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد جهان است. مستحکم است و جنبش نخواهد خورد پس آقا قشنگ یه آیه تو کتاب مقدس میگه جهان ثابت تکون نمیخوره و یه آیه دیگه هم قشنگ میگه خورشیدی که داره تو آسمون میچرخه بله. مزبور 96 هم 96 هم میگه در میان قوم‌ها ها بگویید خداوند پادشاهی میکند آری جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد آره. پس بر طبق این آیات دیگه به نظر میرسید که کلیسا خیلی محکم بر اساس اینه که آقا علم ما بر اساس بطلیموس و کشفیات بطلیموس و بعد ببین یک نکته میخوام بگم وقتی بطلیموس نظریه خودش رو میده حتی بطلیموس میتونه یه سری از این پیش پیش, پیش بینی هایی که بر طبق تفکر بطلیموس که اگر این سیاره ها این ستاره ها چون دارن دور زمین حرکت میکنن پس میتونه حتی پیش بینی کنه در آینده این ستاره ها کجا خواهند بود پس حتی فرضیه علمی بطلیموس قدرت پیش بینی داره این یکی از نکات خیلی مهم یه نظریه علمیه که قبل از اینکه آدم بتونه بگه که خیلی خب اگر این نظریه درسته پس یه همچین مشاهده رو باید بتونیم در آینده بکنیم خیلی وقتا مثلا صحبت های نظریه است بعد سالها بعد مشاهدش را هم اتفاق میفته و تأکید تأیید میکنه نظریش رو پس بطلیموس فقط حرفاش خواب و خیال نیست به ظاهر میرسه که مشاهده هم میشه به ظاهر میرسه که تاییدم شده از طریق مشاهدات علمی پس بطلیموس هست تجربه انسان ها هست که آقا زمین تکون نمیخوره باد و طوفانی رو ما حس نمی کنیم و بعد این مسئله آیات کتاب مقدس که به ظاهر زمین محکمه و خورشید داره تو آسمون میچرخه پس ما این دیدگاهی که ما وارد قرون وسطا میشیم حالا اولین کسی که این نظریه رو به چالش میکشه کی هستش کوپرنیک 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 چه چه موضوعی رو مطرح میکنه تو این صحبت بله کوپرنیک در اولین شاید اولین کسی که اسمش مطرح میشه به عنوان کسی که متوجه میشه که این مشاهدات بطلیموسی انگار جور در نمیاد با اندازه‌گیری حجم سیارات و فاصله اونها به یک نظام دیگه ای میرسه به یک سیستم دیگه ای میرسه که در اون دیگه زمین محور نیست زمین اون مرکز سیارات که همه به دورش به چرخن نیست بلکه خورشید هست و بعد یک مدل دیگه ای رو ترسیم میکنه که در اون چرخش سیارات به دور خورشید رو تنظیم میکنه اما هنوز به هر حال متاثر از ام، اندیشه عرستویی هست و هنوز هم شکل چرخش سیارات خیلی منظم دایره واره برای اینکه بتونه این ناهماهنگی که در این صورت ما میدونیم که سیارات به شکل خیلی دایره واری دوره خورشید نمیچرخند یه مقدار شکلش بیزی شکله برای همین ایشون میاد یک دستکاریه دیگه ای در این مدل میکنه با چرخش های کوچکی که اون نواقص رو یک جوری برطرف بکنه اما به هر حال خیلی پیچیده میشه و هنوز انگار مدل کاملی نیست بله پس و من حالا میخوام اینجا اشاره بکنم از یک دو تا کتاب میخوام استفاده کنیم تو این صحبت ها کتاب بسیار عالی که قبلا معرفی کردیم نویسندش الستر مگراث هست استاد الهیات در دانشگاه آکسفورد و کتابش ساینس اند ریلیجن علم و دین و یه فصل بسیار عالی داره درباره کوپرنیکس گلیله و منظومه شمسی تیتر این فصلش هست کوپرنیکس تاریخش هست 1473 تا 1543 و لهستانی یک ریاضیدان محقق لهستانی پس اون یکی توی دنیای حالا قرون وسطا کسی هستش که نظریه علمی بطلیموس رو به چالش میکشه ولی وقتی یه تئوری این تئوری های علمی میتونه یه تئوری علمی قرن ها شده باشه قابل قابل قبول باشه تئوری اصلی باشه پذیرفته شده, رفته شده, شده باشه ولی م... یه شبه یه تئوری عوض نمیشه چون بالاخره یک عالم بهش تعهد هست و هر تئوری یک آلم بالاخره تاریخ چه پشتش هست اه... م... کشفیات هست پس یه شبه نمیتونه یکی یه تئوری رو عوض کنه پس ولی صحبت با کوپرنیکس شروع میشه توی قرن 15 قرن 16 که آقا نه به نظر میرسه که زمینه که داره دور خورشید میچرخه نه خورشید دور زمین اونطوری که ما یه عمری فکر کردیم حالا شخصیت بعدی که وارد این داستان ما میشه شخصیتی هست به نام کپلر و تاریخ کپلر هم هست 571 تا 1630 میلادی کپلر اینجا کانتریبیوشن uh, کپلر به این داستان این هستش که uh, درک میکنه که نه صحبت مدارا دایره ای نیست مدارا دایره ای نیست و بر اساس تحقیقاتش مدارها اووا uh, هست بیزی, شکل, بیزی شکل, هستش پس این نقش کپلر هست تو این داستان و uh, میگم حالا بنده چون خودم ستاره شناسی بلد نیستم برادر منصور دیگه وارد صحبت های تکنیکی این عزیزان نخواهیم شد ولی پس میاد اون مدل کوپرنیک میگیم به فارسی کوپرنیک. کوپرنیک رو مادیفای میکنه از مدار دایری به مدار بیزی شکل پس این نقش نقش کپلر هست حالا میخوای صحبت رو برسونیم به خود گالیله بله دوره گالیله ایشون گویا سال 1609 اولین بار با یک مدل ابتدایی تلسکوپ در موردش میشنوه و سعی میکنه تغییراتی درش بده و بعد با استفاده از اون از دریچه این تلسکوپ به سیارات نگاه میکنه بعد متوجه میشه چقدر جزئیات متفاوتی درش هست متفاوت از اون که تا الان تصور میکردن و به هر حال مدت ها رو صرف این میکنه که حداقل یکی از این سیارات رو مریخ رو خیلی مرکز مشاهداتش قرار بده و با توجه به اون اون وقت فاصله سیارات دیگر رو با خورشید تشخیص بده و نهایتا اینکه اون صحبتی رو که از کوپرنیک در واقع شروع شده بود ایشون به یک نتیجه برسونه و این تئوری رو مطرح بکنه به صورت خیلی جدی که زمین واقعا مرکز و محور سیارات نیست بلکه خورشیده و این به این شکل مطرح کردنش و با این استنادات قوی تر مشاهده و آزمایش نشون میده که یک جنجالی برمی انگیزه دقیقا پس صحبت من حالا دارم الان به یک کتاب دیگه میخوام نگاه بکنم چند تا جزئیات این داستان رو بگیم کتابی که نیم بهش قبلا اشاره کردیم یا نه Origins آغاز ها دو تا نویسنده دانشمند مسیحی دبرا هارزما و لورن هارزما حالا درباره این کتاب در آینده من خیلی بیشتر صحبت میکنم کتابی است که بسیار عالی برای بخصوص استفاده در جامعه کلیسایی که این موضوع رابطه علم با ایمان مسیحی رو خیلی زیبا این نویسنده و خیلی ساده این نویسنده ها مطرح می کمک یعنی اون اهمیت کار گالیله اینه که نظریهای کوپرنیک و کپلر رو گالیله میاد با چیز تلسکوپ با تلسکوپش میاد مشاهده میکنه به. یعنی پس مسئله علمی حتی تا زمان گالیله توی حتی زمان خود گالیله حتی دانشمندان زمان گالیله بین دانشمندا بحث هست. که آیا نظریه کوپرنیک و نظریه کپلر درست هست یا نه یعنی یه شبه این داستان عوض نمیشه بعد از هزار سال علم تئوری علمی هزار سال دنیای غرب حالا بگیم با یه نظریه و یه تئوری و یک فرمول اینا چیزهای عوض شدنی نیست پس گالیله حالا وارد این بحث میشه که هم پس زمان گالیله دو تا تئوری هست زمین ثابت خورشید دور زمین میچرخه یا برعکس خورشید هست که زمین و بقیه سیاره دورش میچرخن دو تا نظریه است با تلسکوپ و مشاهده کردن و مشاهده کردن چه ما چه خود سپات لکه‌های روی خورشید چه سیاره‌های مختلف یا سیاره‌ای که چند تا ماه دور اون سیاره دارن می‌چرخن. بله من این فارسی این سیاره رو نمی‌دونم سترن و وینس و این حرفا که یه می‌بینه که این ماه این سیاره ها دارن دور اون سیاره میچرخن دور زمین نمیچرخن چون قبلا فکر بوده که همه چیز داره دور زمین میچرخه پس با مشاهداتش از طریق تلسکوپ میاد و میگه که آقا این دیگه این فرضیه کوپرنیک این با این مشاهدات خودش رو داره ثابت میکنه ولی حتی من حالا وارد صحبت های تکنیکالش بلد نیستم من بشم حتی اون تلسکوپ های اولیه‌ای که گالیلیا استفاده میکنه یه سری مشاهدات یه سری مشکلات علمی توش هنوز مطرحه یعنی نظریش هنوز صد درصد ثابت نمیشه یه،, یه صحبت علمی هست بنده از من نخواهید که اینو توضیح بدم ولی اسمش هست پرالکس که اگر بقیه دارن بقیه سیارات دارن میچرخن ما باید یه پرالکسی مشاهده کنیم ولی بر طبق مشاهده های تلسکوپ داروین این اتفاق نیفتاده بود پس گفتم ببین داروین گفتم دار... نه ببخشید گالیله <applause> بر طبق تلسکوپ گالیله این مشاهده پرالکس مط... مط... تایید نمیشه پس حرفای گالیله هم اشتباه ولی بعدا وقتی تلسکوپ ها قوی تر شد و بهتر شد اون مشاهده ها هم انجام شد و حرف بالاخره این, این, این واقعیت جدیده اینکه زمینی که داره میچرخه دیگه به کرسی علم نشست ولی میخوام بگم که این صحبت ها صحبت یه شب و یه روز و یه نظریه و یه... تلسکوپ یه بار آدم توش نگاه کنه نیست و در زمان گالیله خود دانشمندا با هم اختلاف نظر داشتن درباره این موضوع اینو پس خواستیم به دوستان بگیم که انقدر خیلی داستان ساده نیست درباره بحث گالیله میخوایم بعد به چه نکته دیگه ای منصور جان برسیم پس یکی از یکی از اتفاقاتی که میفته تغییر در اون نظام علمی که تجربه رو و مشاهده رو مبنای تئوریهای های علمیش میکرد حالا میبینیم که با این روش های جدید با ابزار های جدید روش علمی انگار تغییر هم میکنه این بار این مشاهده وچه خیلی جدیتری تو این مباحث علمی میگیره ولی انگار که باز کافی نیست دلیل کافی نیست که این همه جنجال بر سر گالیله در صورتی که این تئوری حداقل در حد در همین حد یک نظریه مطرح بوده از زمان کوپرنیک و یک دلایل دیگه ای هم باید وجود می داشته که منجر به این آتش افروزی و جنجال بیشتر و به هر حال این تنش خیلی جدی با کلیسا میشه چرا که به هر حال در یک چند سال بعدش سال 1616 کلیسا این نظر خورشید محوری رو بدعتی خطاب میکنه و از گالیله هم میخواد که این نظر خودش رو وا بگذاره رها بکنه ازش از توی پابلیکلی ازش به صورت عمومی دفاع نکنه این بیشتر این درخواست کلیسا بود پس صحبتی که تو داری مطرح میکنی اینه که اینجا خیلی مهم عزیزان بدونن حالا ما شاید تو این جلسه وقت نشه جلسه بعدی وارد این صحبت بشیم خود گالیله شخص بسیار متعهدی به ایمان به ایمان مسیحیش و حقانیت کتاب مقدس یعنی بحث گالیله با کلیسا سر این نیست که کتاب مقدس درست میگه یا علم درست میگه بحث گالیله با کلیسا سر ترجم تفسیر کتاب مقدسه درک ما از کتاب مقدسه که آیا این آیاتی که ما تو مزامیر خوندیم آیا اینها حالت شعر هست که داره از ثبات زمین صحبت میکنه یعنی خدا زمین خدا با وفاداریش این زمین رو نگه داشته نه اینکه زمین تکون نمیخوره یا وقتی خورشید تو آسمانه آیا این واقعا صحبت علمی تو کتاب مقدس یا صحبت فنومنولوژی اون چیزی که بالاخره هم به, زا... به به چشم ما میرسه و ما اونطوری روزانه دربارش صحبت میکنیم همونطوری که میگیم خورشید خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه پس صحبت گالیله با کلیسا وقتی به عمق داستان میری سر هر دوشون متعهد بودن به حقیقت کتاب مقدس هم گالیله هم کلیسا ولی بحث را اینه که کتاب مقدس رو باید چطوری تفسیر کرد چطوری درک کرد حالا چه فاکتورهایی هست که باعث شده اینقدر باعث شد کلیسا اینقدر حساس بشه به گالیله وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که حتی کلیسا اجازه میده گالیله کتابش رو چاپ کنه گالیله کتابش رو چاپ میکنه ولی کلیسا میگه که ولی از این نظر این رو به عنوان یک نظریه مطرح کن این رو ازش دفاع نکن که بگی صد درصد این نظریه درسته نظریه که خورشید ثابته و هم کار زیرکانه میکنه و چی کار میکنه یک گفتگوی تخیلی, تخیلی رو ترتیب امه. میده بین دو نفر آها. یا دو تا شخصیت بلد. توی یک داستانی یکیشون مدافع نظریه خورشید محوری یکیشون زمین محوری و اینها هر کدوم دلایل خودشون میارن که آخرش هم بشه به هر حال مباحثه‌ای اکادمیک بلد. و علمی بین دو نظر مختلف بلد. ولی اینکه اینجا یه مقدارشون با زیرکی مقدارم شیطنت به خرج میده تو تا آره. مخالفانشون رو آره. حالا ش... یکی از شیطنت واریاش حالا ما شما میگی شیطنت آه. یکی از کارهایی که میکنه اینه که اون شخصی که زمین محوری رو داره دفاع میکنه به اون شخص اسم آدم ساده رو میگه ساده بگیم سیمپلتون مثلا بله. آره. یا احمق سیم... آره. احمق و بعد جمله هایی رو که پاپ اون زمان گفته رو میذاره تو زبان اون آدم احمق یعنی یکی از دلایل اصلی رو که پاپ برای زمین محوری مطرح او. کرده رو میذاره تو دهن شخصیتی که اسمش اونو گذاشته احمق یا آدم احمق آدم احمق این رو میگه و درست همون جمله پاپ رو گذاشته دهن آدم احمق و بعد طوری از اون نظریه خودش دفاع کرده که داره کاملا ثابت میکنه که این نظر درسته نظر مخالف نظر سنتی اون نظر آدم های احمقه این توی این دا... کتابش که تو این گفتگو هست خب مسلما به شخص تازه پاپ من اینو نمیدونستم تا دیشب داشتم یک از این کتابا رو میخوندم اون شخصی که پاپ میشه در زمان گالیله از دوستا و طرفداران خود گالیله بوده قبل از اینکه پاپ بشه و حتی بعد از اینم که گالیله رو محکوم میکنه کلیسا خونه یک از اسقفای اعظم برای مدت ها میمونه حالا چرا دارم اینو میگم من یعنی حتی ما وقتی تاریخ کلیسا رو در زمان گالیله میخونیم افرادی هم بودن در سران کلیسای کاتولیک که طرفداران گالیله بودن باش مخالفتی نداشتن حامیای گالیله بودن پس میخوام بگم اینطوری نیست که 100 درصد کشیشا و اسقفا مخالف گالیله دانشمندا موافق گالیله ابدا هم یک سری دانشمندای اون روز مخالف گالیله بودن هم یک سری دپ مدافع و هم خیلی از حالا خیلی من آمار ندارم ولی یک سری کشیش و اسخفا موافق گالیله بودن و یک سری مخالف ولی به خاطر این توهین شخصی گالیله چون آدمی خیلی چیزی هم بوده سیاست مداری نبوده تو متلک و متلک و تنز و اینا زیاد میگفته پس یکی این مسئله است که مسئله خیلی مهمیه حمله های شخصی به پاپ که پاپ رو حساس میکنه و بعد یکی مسئله نهزت پروتستانیزم بله که حالا نسبت پروتستانیزم چه ربطی داره به حالا این داستان؟ یعنی تو همون از قضای روزگار این اتفاقاتی که داره میافته و این های علمی که از طرف گالیله میشه در همون دوره اتفاق میفته که جنجال های اعتراضی یا اصلاحی هم برخواسته که ادهی از مسیحیان خواستار یک سری اصلاحاتی در کلیسای کاتولیک و باورهاشون هستن اون اقتدار کلیسا رو به چالش کشیدن سنت ها درک سنتی کلیسا به چالش کشیده شده و همینطور در نوع تفسیر کتاب مقدس بحثای خیلی جدی پیش اومده یک گروه حالا یعنی در کلند که اصلاحیون که کسانی که پروتستان نام گرفتن این افراد معترض برچسب بدعتگرا میخوردن در حالی که خودشون خودشون احیا کننده ایمان راستین میدونستن پس اه 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 یه جورایی هر نوع واگذاری هیته یا یا این مشروعیت بخشیدن به ادعای اونها مبنی بر اینکه میشه تفسیر دیگری از کتاب مقدس داشت که سنت های کلیسا از اون تا الان حمایتی نکرده و یا کلیسای فعلی اون رو نمیتونه بپذیره اگر رو به اونها واگذار به افرادی مثل گالیله واگذار میکردن بنابر این تفسیرهایی که تا الان مثلا از این آیاتی که خوندیم داشتن یک جورایی توپ رو در اختیار اصلاحات پروتستان هم میگذاشتن پس یک مقدار مسائل سیاسی هم اینجا مت... م... آره مسائل سیاسی خیلی نقش پیدا میکنه زمان گالیله سر همین موضوع که اگر سنت و تاریخ کلیسا آ... توی مسائل که مشاهده می به این وضوع اشتباه کرده پس تو چه جاهای دیگه کلیسا میتونه اشتباه فهمیده باشه و دائم الهیات پروتستان داشت کلیسای کاتولیک رو سر مواضع الهیاتی کلیسای کاتولیک به چالش میکشید کلیسای کاتولیک گفت ما سنت کلیسا رو داریم پدران مفسرین الهیدان ها اینا همه پشت سر ما هستن کلیسای پروتستان میگفت نه باید برگردیم به خود کتاب مقدس متفکرین پروتستان خیلی هم ارادت داشتن به یه سری از پدران کلیسا اون حالا یه بحث دیگه است ولی میگفتن که نه پدران کلیسا میتونن اشتباه فهمیده باشن درک سنتی هم میتونه یه جاهایش اشتباه رفته باشه ما دائم باید برگردیم به درک صحیح از کلام خدا منظور و معنی این متن رو باید بفهمیم پس نمیشه به سنت تکیه کرد پس حالا گالیله حالا یه صحبت علمیه که هیچ ربطی هم به مسائل پروتستانیزم نداره تو این جو وارد این بحث میشه پس مسائل شخصی گالیله با پاپ فاکتورهای مهمی هست تو این جنگ کلیسا با گالیله نهزت پروتستان که داره کلیسای کاتولیک و سنت کلیسای کاتولیک به چالش میکشه یه فاکتور مهم دیگه هست و اینکه هنوز خیلی از دانشمندان اون زمان مشکل داشتن با نظریه گالیله چون که بالاخره بتلیموس 1300-400 سال نظریه علمی دنیای علمی قرب هست پس میخوام بگم که همین ها رو ما باید در نظر داشته باشیم وقتی بحث م... گالیله رو داریم یه مقدار از مخالفت های دوستان آکادمی که ایش دانشمندان دیگری که با او همکار بودن سر نظریه های علمی دیگر گالیله هم بود در مورد حرکت در مورد استکاک و چیزهای مثل این پس در مورد اون هم با ایشون مسئله داشتن حالا که یک باور قدیمی یا یک تئوری خیلی قدیمی علمی رو همیشون به چالش کشیده یه مقدار بر خصومتهای دوستان آکادمیکش هم فقط این نبود که کلیسا باش مخالف بود در بین دوستان دانشمندش هم این مسئله رو داشتن آشه قلم کاری شده بود بله. اون زمان آره. و اتفاقا دورش هم میفته از سال 1918 19, 19 جنگ های سی ساله 1618 جنگ های سی ساله پرتستان ها در گرفته ایشون هم درست وسط همین معرکه این نظریه من به باید, باید صحبت گالیله رو ادامه بدیم چون وقتمون تو این جلسه تموم شده بله خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما بودید امیدوارم به ادامه این بحث فرصت داشته باشید در برنامه بعد توجه بکنید تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ